سلام، خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. این هفته هم بحث احتمال درگیری بین ایران و آمریکا در سرخط خبرها بود بعد از شوک هفته پیش که نخست بعد از ساقط شدن پهپاد احتمال حمله بیشتر شد و بعد به تحریم نهاد رهبری و شخص رهبر جمهوری اسلامی و تهدید تحریم محمد جواد ظریف منجر شد. چند ساعت قبل روشن شد که سرپرست وزارت دفاع آمریکا مارک اسپر گفته که کشورش نتوانسته همراهی همپیمانانش در ناتو را برای حمله به ایران جلب کند. خبر رسیده که فرانسه از آمریکا خواسته ناتو را درگیر هیچ عملیات نظامی در خلیج فارس نکند. از سوی دیگر سه کشور اروپایی گفتند که ایران از سقف تعیین شده برای اورانیوم غنی شده در برجام علارغم تهدیدهایش نگذشته و وال استریت ژورنال روز پنجم تیر ماه گزارش کرده که آلمان، فرانسه و بریتانیا در راستای حفظ روابط خود با ایران تا روز جمعه 7 تیر ماه یک خط اعتباری چند میلیون یورویی از طریق کانال مالی اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس را راه اندازی می‌کنند. آیا اروپا توانسته سایه جنگ را دور کند و تلاشش را برای حفظ برجام بیشتر کرده؟ چقدر شرایط فعلی احتمال مذاکره را فراهم می‌کند؟ در برنامه دو میهمان داریم. مریم معمار صادقی از بنیانگذاران وبسایت توانا از کوپنهاگ با ماست و آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از نیویورک. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای آرامش، همین دقایقی پیش، نیم ساعت رو به پیش، خبر رسید که سنای آمریکا محدود کردن اختیار دونالد ترامپ در حمله به ایران رو به رأی میگذاره. فکر میکنید این یکی از اون مانورهای معمول در واشنگتن هست یا واقعا سناتورهای دموکرات نگران حمله احتمالی هست؟ البته خب اکثر سنا که دست جمهوری خواه هست، ولی از اون طرف هم در جمهوری خواهانی هستن مثل آقای رند پال از ایالت کنتاکی که کلن در حوزه سیاست خارجه منزوی و انزواگرا هستن. دموکرات ها و بعضی از جمهوری خواهان نگران این قضیه هستن، اما این که بخواهن دست رئیس جمهور رو خیلی ببندن کار سخت است. هم رئیس جمهور کلن در حوزه سیاست خارجی چه بخوایم چه نخوایم دستش بسیار باز هست. از اون طرف هم بعد از جنگ جهانی دوم تا حالا تمامی درگیری های نظامی که ایالات متحده وارد شده، کنگره هیچ وقت اون چیزی رو که قانون اساسی بهش گفته که اعلام جنگ دست کنگره هست نکرده، یعنی اعلام جنگ رسمی نکرده. من خیلی سریع سه نکته خدمتتون عرض بکنم کلا توی برنامه امروزتون و توی این بحثی که امروز با هم داریم. کلا موازه باید روشن باشه. من بالاخره نیمه بیشتری از عمرم اینجا سپری کردم و تا موقعی که بالاخره سر به بالین بذارم و اکثریت غریبه‌ها عمرم اینجا خواهد بود، بچه‌هام اینجا بودن یا خانواده زندگی خواهند کرد و کاری که میکنم و شغلی که دارم چه در زمینه حقوقی و سیاسی از موضع منفعت ملی و منافع ملی ایالات متحده است. هر چند خب بالاخره بخاطر اینکه ایران سرزمین پدری است، ایران سرزمین پدر مادرم هست و خودم هم هست، بالاخره اون حس غرابت و حس گرمی و حس نزدیکی هست. در مجموع موضع تحلیل موضع منفعت ملی ایالات متحده است و اینکه آنچه که تحلیل خواهد شد چه چیزی به نفع یا ضرر ایالات متحده است. نکته یکم. نکته دوم هم این که باید در نظر داشت که اگر به قول معروف موضع تحلیل روشن باشه که آیا ما بر اساس منافع ایران داریم تحلیل میکنیم، برای منافع مردم ایران یا منافع جمهوری اسلامی، یا که نخیر، بر اساس آنچه که من فکر میکنم به نفع کشوری که دارم زندگی میکنم، در اون کشوری که دارش درآمد دارم و دارم کار میکنم و عرض کنم بزرگ با شغل من هست و اون هم تحلیل هست. بر اون میخواستم موضوع رو مشخص بکنم که اگر چیز میگم بر اون اساس هست و بر اساس منفعت ملی مون تحلیل. خیلی متشکرم که موضوع رو روشن کردید. من قصدم این هستش که بیشتر بحث ما بره روی تحلیل این که چقدر الان در شرایطی که به هر حال ظرف هفته های اخیر میبینیم احتمال مذاکره بیشتر شده یا جنگ. اول بذارید خانم معمار صادقی بپرسم. خانم معمار صادقی، حرفای ضد و نقیض میشنویم، به نظر شما جنگ احتمالش بیشتر هست یا مذاکره الان؟ من فکر میکنم مذاکره الان احتمالش بیشتر و بیشتر میشه. چرا؟ برای اینکه فشار هر چقدر بیشتر روی جمهوری اسلامی باشه از طریق تحریم و فشار غیر نظامی، یعنی فشار
حمله های سایبری و کلن حس ترسی که به آقای خامنه ای و بقیه این حکومت داده میشه از طرف آمریکا هر چقدر که بیشتر داره میشه، احتمال جنگ کمتر میشه. یعنی موقعی یه قدرتی که هیچ پایبندی دموکراتیک نداره، هیچ پاسخگویی نداره به مردم خودش، همچین حکومتی موقعی خیلی احتمال خشونت و جنگش بیشتر و بیشتر میشه که از بیرون از یه راه دیگه‌ای فشاری روش نباشه. چون حکومتی مثل جمهوری اسلامی پاسخگو نیست به مردم خودش، مردم خودش مسلماً جنگ نمیخوان، مجبور هستش که از بیرون از کشور از طریق آمریکا و کلن از دنیای آزاد فشاری باشه روی همچین حکومتی که محدود بشه و اون کاری که دلش میخواد بکنه رو نکنه. یعنی خب. تا حالا دیدیم خب میمار صادقی تصور میره که آمریکا تلاشش همین هست، اصلا اعلام کرده که قصد ما این هستش که با تحریم هایی کمرشکن هست ایران رو بیاریم پای میز مذاکره. تا حالا این اتفاق نیفتاده. جمهوری اسلامی رو. بله. جمهوری اسلامی رو. درسته. جمهوری اسلامی رو میخوان بیارن سر میز مذاکره و گفتن چندین بار که ما دنبال جنگ نیستیم. آمریکا گفته چندین بار که ما دنبال جنگ نیستیم. به نظر شما شیبه جواب داده؟ به نظر میاد که رهبران جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری ایران هر دو گفتن که ما قصدمون جنگ نیست، اما با این وضع مذاکره هم نمی‌کنیم. آیا به نظر شما این تحریم ها جواب داره میده؟ این تحریم ها جوابش لزوماً امروز و فردا نخواهد بود و فشار باید بیشتر و بیشتر بشه، ولی اون چیزی که ما میتونیم ببینیم حتی توی همین چند روز گذشته اینه که ترس توی مثلا جواد ظریف توییت هایی که میزنه شما توش ترس میبینیم، در اصل داره به دونالد ترامپ میگه این کارو نکن، ما رو نبر به طرفه چیز، ولی قبلا بیشتر ما قلدری میدیدیم. ببینین خیلی مهمه که این تحریمی که الان گذاشته روی خود شخص آقای خامنه ای و روی خود شخص آقای ظریف اهمیت خیلی بزرگی داره. چرا؟ برای اینکه جلوی مردم ایران و جلوی به کل دنیا نشون داده بشه که اینا اولا آدم هستن، با من و شما هیچ فرقی نمی کنن و شخصا مسئولیت دارن برای این همه ظلم که داره میشه به این مردم ایران و سراسر منطقه، ترور، جنگ، این همه بدی که به وجود آمده تو این 40 سال گذشته مستقیما مسئولش سید علی خامنه ای هست. و تا وقتی که سید علی خامنه ای خودش شخصا احساس نکنه که همه اینو میبینن، نه تنها مردم خودش این رو میبینن، آمریکا اینو میبینه، اروپا اینو میبینه، همه دنیا اینو میبینن، این فشار اون فشاری که باید باشه نیست. از این به بعد نظر شما هم همین هست؟ آیا فکر میکنید این فشارها، یعنی الان این آخری تحریم شخص آقای خامنه ای نهاد زیر نظر اوست، نظر شما جواب میده؟ بله، عرض کنم به حضور شما جمهوری اسلامی معمولا موقع سر میز مذاکره بیاد که یک مخلوطی از بهش میگن چماق و هویج باشه. البته من میخوام حالا اصطلاح عوض کنم، چماق و هویج خیلی به جمهوری اسلامی، یک مخلوطی از درفش و یونجه، یعنی هم یک چیز جلوی جمهوری اسلامی ریخته بشه، همین که درفش داغ هم باشه. دفعه پیش که تحریم ها به شدت رسید و به جای رسیده بود که جمهوری اسلامی به تقریبا به زانو رسیده بود، اینا آمدن سر میز مذاکره، ولی از اون طرف هم مهمترین چیزی که جمهوری اسلامی براش مهم هست و توی تحلیل های ما هم اینجا هست اینه که حفظ نظام. یعنی چی؟ یعنی اونها برای آنها حفظ و بقای نظام هدف کلیدی و هدف عرض کنم راه بردی. حالا هر فقط دیگه میخواد بیفته بیفته. خود اگر در تاریخ هم نگاه بکنید، خود رهبر سابق انقلاب آیت الله خمینی هم گفته بودش که حفظ نظام از واجب واجبات هم حتی واجب تر، از نماز روزه هم حتی واجب تر از فرضیات. به خاطر همین حفظ اینا مهمترین چیز براشون حفظ نظام است. یکم. دوم، الان فشار موقعی کار میکنه که هدف هم در آخرش باشه. دوستان حالا چه اپوزیسیون ایرانی و فعالان ایرانی، چه دوستانی که اینجا در متحده میخوان فشار به ایران بیشتر بکنن، دستن در کار سیاسی، باید هدف رو معین بکنن. آیا هدف گرفتن یک معاهده دیگه از ایرانه یا هدف تغییر نظام؟ اگر هدف تغییر نظامه و رژیم چینج هست، اینا از اول باید بیان و خیلی رک و راست و ساده. خب آقای آرامش، میگن هدف این نیست، میگن خودشون میگن هدف این هستش که ایران بیاد پای میز مذاکره. هدف رو کی میگه خانم مزدار؟ اگر هدف رو آقای بولتن میگه یا هدف رو مثلا یه بخش از اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور میگه، کلبه. اگر این حرف رو مثلا آقای پامپئو میگه، یه مشاورین ارشد سی به در خارج، خود آقای ترامپ میگه، با
قابل قبوله. ولی مثلا خیلی از اگر کسی واقعا هدفش تغییر رژیم جمهوری اسلامی با تحریم و محریم و موشک پرونده نمیشه، یک راه سه. و خیلی هم اینا باید صادقانه باید بیان این راه حمایت کنن. اشغال زمینی نظامی ایرانه. خب آقای آرامش بذاریم من صحبتون قطع بکنم. با توجه به اینکه آقای ترامپ گفته که اصلا خودش گفته که حمله به ایران یک حمله بزرگ و همه جانبه نخواهد بود، حمله کوچک خواهد بود، این یکی از حرفاش هست. ظرف همین امروز ما متوجه شدیم که اروپایی ها هم اصلا علاقه ندارن وارد همچین جنگی بشن. به طور مشخص فرانسه گفته که پای ما رو در پای ناتو و پای ما رو به یک جنگ در خلیج فارس نکشه آمریکا. از طرف دیگه اومدن و دارن برای اون طرح اروپایی در واقع کمک اقتصادی به ایران، راهکار اقتصادی که اروپا دنبالش از این سکس، قول دادن که تا فردا این کار رو خواهند کرد. فکر نمی کنید که یه مقدار بحث این هستش که آمریکا تنها مونده و یکی از دلایلی که ممکن هست دست و دلش بلرزه برای اینکه بخواد به ایران حمله بکنه همین باشه؟ نه، من فکر می‌کنم بازم اینجا صحبت من کاملا دو چیز داشت. من میگم که حمله داریم، حمله ایالات متحده میتونه چند سال مداوم شب و صبح ایران رو بمبارون بکنه، مسئله نیست. اوکی، اون که من که اینا نمیگم متحدم نمیخواد، ولی این باعث تغییر رژیم نمیشه. اتفاقا تندروهای داخل نظام خیلی هم از خداشون هم هست که موشک پری بشه و چند جا در ایران بمبارون بشه و یه چند صد نفری هم پشته بشن و مردم رنگ غیرت ملیشون بگیره و دور نظام دوباره جمع بشن. این مسئله نیست. من دارم خیلی بحث رو روشن‌تر و ساده‌تر می‌کنم. میگم هدف رو مشخص کنید. اگر واقعا تغییر نظام کسی میخواد، رژیم چنج کسی میخواد، اپوزیسیون ایرانی هم چیزی میخواد، بعدم بدونه که برای اون ابزارش اشغال نظامی است. ایالات متحده هم نمیخواد اشغال نظامی زمینی بکنه. یعنی به دلیل هم داره. دلایل خاص خودش هم داره. دوم، اگر ولی هدفتون تغییر رفتار جمهوری اسلامی است، اونم به صورت موقت، این دیگه تغییر نظام و غیر عدالت نیست. یعنی میتونه یه مقدار رژیم رو به قول معروف تغییر ماهیت یا تغییر ماهیت هم نه تغییر رفتار درش بده. ولی شما میفهمید حمله نظامی، بله، موشک بارون یا بمباران هوایی خیلی خوب. آیا آرامش بذارید ببینم خانم نیازم متعدی نداره، ولی من میخوام بحث رو اینجاست واضح‌تر بشه. دوم، نه، به نظر من ائتلاف متحده تنها هم نیست. خیر، درسته که با متحدین خودش یک مقدار اختلافات داره، ولی هیچ وقت به خاطر هم رابطه تاریخی هم رابطه کنونی سیاسی اقتصادی و فرهنگی ارزشی که دارن، هیچ وقت فرانسه و اتحادیه اروپا و بریتانیا و آلمان و هلند و اسپانیا نمیان پشت ایالات متحده رو خالی بکنن. همونطور که در عراق هم نکردن، ممکنه که حالا سرباز نفرستادن، بله، ولی پشت ایالات متحده خالی نکردن و بیان طرف جمهوری اسلامی بزنن. خانم معمار صادقی، شما یکی از کسانی هستید که مشخص هست که علاقه من به براندازی جمهوری اسلامی هستید. فکر می‌کنید جمهوری اسلامی حکومتی هست که باید از کار بر کنار بشه. آیا شما موافق هستید با این صحبت آقای آرامش که میگن که به جز اشغال نظامی امکان پذیر نیست که حکومت ایران رو با این شیوه ها تغییر داد؟ اول اینکه من فکر میکنم که هر جایی که ظلم به مردم میشه، اونجوری که جمهوری اسلامی داره به مردم ایران ظلم میکنه، اون حکومت باید براندازی بشه. یعنی مردم، تمام مردم دنیا باید حق و حقوق خودشون رو داشته باشن، عدالت داشته باشن، آزادی خودشون رو داشته باشن. مردم ایران 40 ساله که بهشون داره بی‌عدالتی و ظلم میشه و الان میبینیم که سراسر مملکت یه سال و نیم هستش که همه جور اعتصاب، تظاهرات، نارضایتی فوق العاده زیاد شده. مردم ایران حتی کسایی که فوق لیسانس دارن کولبر هستن. خانم معمار صادقی، فکر می‌کنید که همین مشکلات اقتصادی بوده؟ با من اجازه می‌خوام که یه مقدار بحث رو فوکوس‌تر و متمرکز پیش ببریم. آیا فکر می‌کنید که مشکل اقتصادی میتونه باعث براندازی بشه، یا اصلا فکر میکنید که آیا یک جنگ اگه یک حمله خارجی باشه، همونطور که آقای آرامش هم گفتن، ممکن نیست که بیشتر باعث همدلی بین مردم و حکومت بشه؟ اولا که احتمال جنگ همون جوری که گفتم خیلی خیلی کم هستش و آمریکا دنبال همچین چیزی نیستش و اینم نیستش. یعنی این فرضیه خیلی غلطی هست تو تاریخچه دنیا که فکر کنیم که مردمی به دموکراسی میتونن برسن فقط از طریق یه حمله نظامی. نه،
سراسر دنیا همه نوع فرهنگ، همه نوع مذهب دیدیم که تونستن یک سیستم توتالیته رو بکشن پایین و گذار بکنن مسالمت آمیز با صلح، با کرامت انسانی به طرف دموکراسی و نهادهایی که حق و حقوق همه مردم رو حفظ بکنن. اینه که هیچ دلیلی نداره که ما بخوایم مردمی که حاضرن همه جور شجاعت رو نشون بدن الان ما اونا رو بترسونیم که نه، فقط شما از طریق یه جنگ از بیرون میتونین رها بشین از این حکومت. به هیچ وجه اینجوری نیست. و مگه در اروپای شرقی و شوروی اینجوری بود؟ مگه در آفریقای جنوبی اینجوری بود؟ مگه در هند اینجوری بود؟ این همه کشور استقلال خب پس فکر میکنید که جنگ نمیشه؟ آیا فکر میکنید مذاکره میشه؟ آیا فکر میکنید احتمال مذاکره بین ایران و آمریکا هست یا نه؟ سوال اولتون هم همین بود. من گفتم که بله احتمال مذاکره بیشتر شده، ولی الان مهم این هستش که اون 12 خواسته‌ای که آمریکا داره از جمهوری اسلامی، آمریکا با اون 12 تا بمونه، یعنی فشار رو همین جوری بیشتر بکنه رو جمهوری اسلامی که حتما اون 12 تا رو به دست بیاره. ضمناً این خیلی مهمه، ضمناً مردم ایران الان هستش که باید از موقعیت استفاده بکنن که بتونن برن جلو و با نافرمانی مدنی، با متحد بودن، با عملیات بیخشونت خودشون در سراسر مملکت، شخصی خودشون، محلی خودشون، ملی خودشون، بتونن این قدرت بد رو از جمهوری اسلامی بگیرن و به جاش یه قدرت مردمی دموکراتیک به وجود بیارن از طریق نهادهای دموکراتیک. من تکرار میکنم هیچ دلیلی وجود نداره که فکر بکنیم که فقط از طریق جنگ میتونه مردم ایران. جالب است شما دوباره به این اشاره کردید، چون همون لحظه که اینو میگفتید آقای آرامش سرتکون میدادن کاملا مخالف بودن. بفرمایید آقای آرامش. من سر آقای آرامش رو ببینید. من موقعی که به کلاینتم، یعنی به کسی که من ساعتی پول میده و مشاوره حقوقی، مشاوره بحران یا حل امنیتی میگیره، بعد بر اساس داده ها، واقعیت ها، نه بر اساس یک عنوانی که حالا چی دوست دارم اتفاق بیفته ای بهش جواب بدم، مگر نه از نون خوردن بیفتم. یکم دوم بخاطر یه فرقی باید باشه بین تحلیل اکتیویستی و فعال سیاسی و بیروزالک و تحلیلی که شما دارید به کسی میدید به عنوان مثلا شما صدا خیلی تیز داره. من صدا شما رو میشنم. صدا شما خوب پخش میشه. اوکی بسیار. در اصل. این یکم. دوم. من از خودم هم هست که جمهوری اسلامی بیفته. اما موقع حکومت جمهوری اسلامی که ریشه داره و بالاخره یه بخشی از جامعه طرفدارش هست و با به قول ما چنگ و دندون هم وایسه، به این راحتی نمیشه برم. بخاطر تحلیل ما این هستش که فقط با تحریم و غیر و ذالک نخیر، نفتن هم میمونن. به غیر از حمله اشغال نظامی خیلی سخته و خیلی غیر قابل میچده. سوم، ایالات متحده آمریکا بنگاه خیریه نیست. بنده خیلی دوست دارم که تمامی مردم دنیا آزاد باشن، مردم از هر قشری و مذهبی و بی‌مذهب و لامذهبش و غیر و ذالک و از هر گرایش جنسی و غیر و ذالک بتونن در آزادی و با تولرانس و تحمل زندگی کنن، ولی خب متاسفانه بیشتر در حالت خیال، به خاطر اینکه در بسیاری از نقاط دنیا اونقدر محرومیت‌های هم اقتصادی و هم تبعیض‌های جنسی و رنگی و غیر و ذالک هست که هر چیزی نیست. وظیفه من و اون چیزی که من به عنوان وظیفه ایالات متحده می‌دونم اینه که جایی که بر اساس منافع ملی و منافع امنیتش هست دخالت بکنه، ولی دلیل نداره که ایالات متحده نه وظیفه‌اش هست، نه بنگاه خیریه هست و نه سازمان به قول معروف بنگاه شادی است که بخواد هر جا که شده و هر کسی که مردمی که زیر ظلم و زیر ستم هستن بخوان دخالت بکنه و بیاد چه از رواندا خب گرفته. خانم معمار صادقی میخوان صحبت کنه، اجازه بدید. این منافع ملی آمریکا چجوری میتونه جمهوری اسلامی باشه؟ خب مسلما خب من میگم پس بگین که بعد اگر الان لاغل خیال راحت کنید بگید بزنید، مگه میشه که جمهوری اسلامی با این وضع الان این مملکت چجوری به نفع آمریکا هست؟ خب مسلما آمریکا یه کشور از خیلی لحاظ راحت تر هست، به منافع خودش راحت تر میرسه اگه جمهوری اسلامی اونجا نباشه، یه سیستم دموکراتیک اونجا باشه. و شما میگین که این خیالی هستش که آدم میتونه به دموکراسی برسه بدون جنگ. اتفاقا شما باید بگین که این همه کشوری که تونستن به دموکراسی برسن در سالهای گذشته همینجوری کشورهای دموکراتیک بیشتر و بیشتر و بیشتر شدن. شما خوب گوش ندادید صحبت من رو، میخواد دوباره تکرار کنم. خانم معمار صادقی اجازه بدین آقای آرامش. چندشون مگه با جنگ بوده؟ اجازه بدین آقای آرامش بفرمایید. آقای آرامش میخواد من حرفی زدم تکرار کنم. میگم بازم فرق کسی که اینجا
برای ساعت کلاینت چارج میکنه و اکتیویست اینه. هر واژه‌ای که من دارم استفاده میکنم اینجا شمرده شمرده شده و پشتش وقت و پول صرف شده. جمهوری اسلامی ایران و لهستان یکی نیستن. جمهوری اسلامی ایران و بلوک شرق یکی نیستن. جمهوری اسلامی ایران و مولداوی، اوکراین، لاتویا، لیتوانیا، بلاروس، آذربایجان، ارمنستان غیر و ذلک نیستن. به خاطر همینه که میگم ریش کندن این ریشه جمهوری اسلامی بسیار سخت‌تر از ریشه کندن ریشه نهضت اسد خواهد بود. من و شما از لحاظ پرنسپل اختلاف با هم نداریم. بله، یک حکومت کثیف فاسد جانی در اونجا هست که برخلاف نه فقط منافع خودش هست و منافع مردمش هست، برخلاف منافع ایالات متحده هم هست. اما اگر ما بیام اونجا بزنیم و منطقه رو بیشتر متجنج بکنیم، آیا اون به نفع منافع ایالات متحده خواهد بود؟ منم دارم از اون دریچه نگاه میکنم. نمیگم بدون جنگ و خونریزی هیچ وقت دموکراسی نمیشه، مگه هم همشرف نذارم. میگم در این کیس خاص جمهوری اسلامی به مراتب از اسد قوی تر است و ریشه دارد، مراتب دوم، و به مراتب حاضر است که و اونا هم که براش در بسیجش گرفته و سپاهش گرفته غیر ازالک که تا دندان هم مسلح هستن حاضرن براش بجنگن. چیزی که آقای آرامش دیده نمیشمرن این استش که نادیده میگیرن اینه که مردم ایران مردم خیلی توانمندی هستن و اون توانایی خودشون و خواسته خودشون رو برای دموکراسی و آزادی نشون دادن. یعنی تو چه کشور خاورمیانه شما اینقدر عشق برای آزادی میبینین، اینقدر تلاش میبینین، اینقدر معلم ها متحد بودن، این همه کارگرها تونستن اعتصاب بکنن، دانشجوها، زنها، همه نوع اقلیت ها سراسر این مملکت همه دارن در اصل میگن که این جمهوری اسلامی رو نمیخوان. بله خب اسد مصر که هم تاریخچه دموکراسیش از ایران بیشتر ریشه داره، مصر بوده، مصر. در خود عراق جاد تاریخچه احزاب از ایران قدیمی تر از حزب دعوه گرفت تا بیروزالگی. یعنی یه موقعی شعار دادن، حرفای خوب زدن و هندون زیر بغل مردم گذاشتن هست، موقع به واقعیت نگاه کردنه. خب من میخوام خواهش بکنم، ما بحثمون یه مقدار از چون بحث جالبی بود من قطعتون نکردم، ولی بحث ما در واقع الان احتمال جنگ یا گفتگو هست. من میخوام اینو سوال آخر بپرسم، هر کدوم 30 ثانیه وقت داشته باشین. آیا آرامش، خانم معمار صادقی گفتن احتمال گفتگو بیشتر است، آیا شما موافق هستید با این؟ من امیدوارم احتمال گفتگو بیشتر باشه، ولی ممکن رأس نظام میگه مذاکره سمه و رأس نظام موقعی که میگه هرچی که آمریکا هست و غیر و ظالب و فلان ها بعد ازش باید دوری کرد، آقای ظریف و آقای روحانی هم در عملا در حد حسابدار نظام بیشتر نیستن. به نظر من رأس نظام و مقام رأس سیاسی نظامی و سیاست خارجی نظام بعدش هم نمیاد که تشنج و اصطکاک بیشتر بشه و امیدوارم که ایالات متحده موش به این دم به این تله نده، فشار بیارن هر کاری میخوام بکنه، ولی اصطکاک نظامی اینجا فقط دودش چش مردم ایران میره و منفعتش توی جیب و سر به قول معروف منبر آقایون. خانم معمار صادقی شما هم جنبندی بفرمایید 30 ثانیه. ببینین، من فکر میکنم که این موضوع سر این نیستش که من اکتیویست هستم یا آقای آرامش کارشون چیه. سراسر دنیا دیدیم که مردم تونستن با جنبش های مسالمت آمیز حکومت های توتالیته رو بکشن پایین و گذار بکنن به دموکراسی. مردم ایران الان دنبال این هستن. سیاست آمریکا جوری هستش که فشار بیشتری بذاره روی جمهوری اسلامی الان. مردم میتونن از این موقعیت استفاده بکنن که فشار رو حتی شخص خود آقای خامنه ای اینقدر زیاد شده و الان بیان بیرون و بیشتر و بیشتر اون خواسته خودشون رو نشون بدن و گذار رو شروع بکنیم به دموکراسی. متشکرم از هر دوی شما، خانم معمار صادقی و آقای آرامش، که متاسفانه دیگه صداتون نداریم. آقای آرامش، خانم معمار صادقی، ممنونم از شما. اما چقدر تحلیلگران بین المللی احتمال جنگ بین ایران و آمریکا رو بالا میبینن؟ صحبتی داشتم با فرانک گاردنر، خبرنگار امور امنیتی بی بی سی، و از او این رو پرسیدم که به عقیده او تا کجا احتمال یک جنگ یا درگیری بین ایران و آمریکا وجود داره. شب بخیر and thank you for having me on the program. شب بخیر و خوشحالم که منو دعوت کردین به برنامه‌تون. همه امیدوار هستن که گزینه دیپلماتیک راهی هستش که ما پیش رو خواهیم داشت. هر دو طرف، هم آمریکا هم ایران، گفتند که جنگ نمی‌خوان. اما
اگر تحریک‌هایی از طرف هر کدوم از اونطور که دو طرف می‌بینن از سوی طرف مقابل انجام بشه، گریزناپذیر خواهد بود یک درگیری پیش بیاد. اگر آمریکایی‌ها بگن حمله‌های بیشتری به نفکششون بشه که میگن ایران مرتکب شده، اگر بگن هواپیماهاشون دوباره ساقط بشه که میگوید ایران در حریم هوایی بین‌المللی اون رو ساقط کرد، آمریکا مقابل مثل می‌کنه. ایرانی‌ها میگن اگه کسی وارد حریم هوایی اونها بشه، اونها مقابل مثل خواهند کرد. بنابراین شرایط بسیار پرتنش و بیرحمانه استش و با یک تحریک کوچک میتونه باعث درگیری بشه و حتی یک تبادل آتش میتونه باعث مقابله به مصر بشه و یک مقابله به مصر خیلی ساده میتونه اوضاع رو از کنترل خارج بکنه. جنگ ها بسیار راحت شروع میشن ولی به سختی تموم میشن. جالب کردید با توجه به حرف هایی که دونالد ترامپ زده. ترامپ گفته اگر جنگی باشه جنگ بزرگی نخواهد بود، یک درگیری کوچک خواهد بود. باور میکنید شما؟ You probably saw the comment by Javad Zarif. شما احتمالاً صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو دیدید که گفت این حرف واقعاً حرف واقع‌بینانه‌ای نیست. به نظر من او هم حرف درستی میزنه، به این معنی که جنگ خیلی راحت در خاورمیانه شروع میشه ولی عواقب این جنگ تا سال‌های سال ادامه خواهد داشت. ما اینجا در مورد دو تا کشور حرف نمیزنیم که رو در روی هم قرار گرفتن که نیروهای مسلحشون شاخ به شاخ میشن. خیلی پیچیده‌تر از این حرف هاست. تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی هستش. برای همین ایران لازم نیست کار زیادی رو انجام بده که کشتیرانی در تنگه هرمز به شدت مشکل بشه. حتی تهدید به استفاده از اژدر و یا مینگذاری و یا هر گونه خرابکاری در تنگه هرمز باعث اختلال در تمام اقتصادهایی میشه که وابسته به اون هستن. فراموش نکنید یک سوم نفت دنیا از تنگه هرمز عبور میکنه و میلیون ها دلار تجارت از این تنگه میسر میشه. بنابراین هر گونه فلج شدن در سازوکار این تنگه باعث رکود اقتصاد جهانی میشه که هم برای آمریکا بده هم برای چین و هند. فراموش نکنید 60% نفتی که ایران میگه از خلیج فارس بیرون میاد به سمت کشورهای آسیایی میره، نه به کشورهای اروپایی آمریکایی، به کشورهای آسیایی. اشاره کردید به مسئله تنگه هرمز، مسئله‌ای هست که ایران هم بارها بهش اشاره کرده. خود آقای روحانی گفته اگر ما نتونیم از اینجا نفت صادر کنیم نمیگذاریم بقیه هم صادر بکنن. اما واقعاً چقدر ایران آماده است؟ چه کارت‌هایی روی میز داره ایران برای بازی کردن؟ رایت. خیلی خوب. It would be foolish of the Americans. احمقانه خواهد بود برای آمریکایی‌ها که بخوان توانایی ایران رو برای درد وارد کردن به اقتصاد جهان دست کم بگیرند. من فکر میکنم که ایران از کشورهای غربی خیلی نسبت به ایران سرسخت نیستند. من این شانس رو داشتم به ایران برم سفر بکنم و اصلا باعث شگفتیه که ایران چجوری تونسته تحمل بکنه این تحریم ها رو. ایران زیر فشار فوق‌العاده الان قرار داره، مخصوصا با خروج آمریکا از برجام، با این تحریم هایی که حالا برگشتن. این بسیار برای کشورهای اروپایی این کار رو دشوار کرده که بخوان عمل بکنن به برجام. ایران صبورانه بیش از یک سال هست که منتظر نشسته از زمانی که آمریکا از برجام خارج شده و الان شرایط داره سختتر و سختتر برای ایرانیا میشه. ایران چی کار میتونه بکنه؟ مثلا اگه جنگ بشه، جنگ سایبری یک بخش بزرگی از این قضیه خواهد بود. ما نشانه از این رو دیدیم. ما الان تازه فهمیدیم وقتی دونالد ترامپ منصرف شد حمله به ایران، این بود اولین کاری که بکنن اینه که یک حمله سایبری بکنن تا سازوکار دفاعی و پدافند ایران رو از کار بندازن. ایران هم یک قدرت سایبری بسیار قوی داره. اونها تونستن که بعضی از کامپیوترهای شرکت نفتی عربستان رو ایرانی از کار بندازن. اینو رسما گفته نشد ولی اتفاقی هستش که افتاد. مسلمه بله، آمریکا و اسرائیل هم حمله‌های سایبری خودشون رو به تاسیسات هسته‌ای ایران کردن. اما فکر کنم جنگ سایبری بخش بزرگ از چنین درگیری خواهد بود. اما اساساً داریم راجع به اقتصاد و اختلال اقتصادی حرف میزنیم. اگه قضیه خیلی بریخت بشه و
یک جنگ بزرگ در بگیره، ایران تعداد بسیار زیادی موشک‌های بالستیکی داره. برای همین هستش که ترامپ هم انقدر مخالف با برجام هست، برای اینکه میدونه مسئله موشکی رو قضیه حل نمی‌کنه. درسته که برجام اصلا قرار نبود مسئله موشکی برخورد بکنه، ولی موشک‌های ایران میتونه حمله بکنه به تسویه‌خانه‌های کشورهای عربی، به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اون منطقه. آمریکا ناوگان پنجمش رو در بحرین مستقر کرده و اینا آسیب پذیر هستند. با این حساب فکر میکنید که موضع کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس درباره این درگیری چیه؟ آیا اونها ترجیح میدن کار به مذاکره ختم بشه، یا فکر میکنن که درگیری هم مشکلشون رو حل میکنه، پس دست کم ایران رو ضعیفتر میکنه برای اونها؟ دلیل این که یک نظر مشترک بین کشورهای عربی وجود نداره دقیقا همینه. شورای همکاری خلیج فارس بسیار الان دچار تشتت است. خیلی ها میگن عملا اصلا موجودیت خودش از دست داده، یه ذره اغراق شده است، ولی هیچ سیاست مشخص عربی در این باره این قضیه وجود نداره. مثلا عمان رابطه بسیار حسنه هم با ایران داره هم با غرب، کویت تقریبا خونساست، بعد شما کشورهای دیگر دارین که در بلوک عربستان قرار دارن، عربستان، امارات و بحرین، کشورهایی که بسیار نسبت به ایران موضع سرسختانه‌ای دارن و اونها تاکید میکنن که ایران باید رفتار خودشو در منطقه عوض بکنه، از حوثی‌ها حمایت در یمن نکنه، از شبه نظامیان تحت حمایت خودش در لبنان و سوریه حمایت نکنه و دوست دارن این وضعیت عوض بشه و اونها بسیار نگران حمله ایران به کشتی ایرانی هستن که اونها میگن ایران انجام داده، هرچند ایران تکذیب کرده. آیا اونها میخوان که این تنش به جنگ بزرگ تبدیل بشه؟ رسما چنین حرفی نزدند. امارات که با اینکه ابوظبی رابطه خیلی بدی با ایران داره، مشخصا از ایران اسم نبرده. بنابراین اون گزارشی که در مورد اون حمله اول به نفتکش ها منتشر شد که هم امارات و هم عربستان و هم نروژ منتشر کردن، یک کشور رو محکوم کرد اما اسمی از اون کشور نبردن. معنیش هم این هست که به طور خصوصی میگن بله، معنیش هست که تقصیر ایرانه، ولی هیچ کدوم رسما اینو نمیگن. برای همین میخوان یه ذره امکان معروفای دیپلماتیک بدن. اون چیزی که اونا واقعا میخوان ببینن اینه که ایران رفتارش رو عوض بکنه. و همه این حرف ها هول و هوش یک اتفاق هست که بسیاری فکر میکنن که خیلی غیر قابل پیش بینیه، با توجه به رئیس جمهوری که در آمریکا الان در کاخ سفید هست و هر روز تصمیمات متنوعی میگیره که روی سرنوشت بسیاری تاثیر میگذاره، اما قابل پیش بینی نبوده. میخوام سخت این سوال رو از شما بکنم، به نظر شما تصمیم دونالد ترامپ به مذاکره نزدیکتره یا به جنگ؟ من فکر نمی‌کنم دونالد ترامپ جنگ بخواد. من فکر می‌کنم اون به خودش به چشم یک معامله‌گر می‌بینه. ببینید چجوری او از تنش با کره شمالی عقب نشینی کرد. برای دونالد ترامپ اصلا مهم نیست که الان توافقی با کره شمالی نداره. اینکه الان دو تا اجلاس در سنگاپور و هانوی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی داشته، این برای خودش امتیاز بزرگه. این خودش باعث میشه تایید بکنه برای چه خودش به عنوان معامله‌گر. اون سیاستمدار نیست، او بیزنسمنه. او ترجیح میده که دور یک میز با یا روحانی و یا حتی با خامنه ای دور یک میز بشینه و به یک توافق برسه. اما مسلماً اون چه که آمریکا خواهد خواست، مطالبات آمریکا برای ایران غیر قابل قبول خواهد بود. مثلا محدود کردن برنامه‌های موشکیش یا دست برداشتن از حمایت خودش از نیروهای شبه نظامی در لبنان، سوریه و یا کاهش کمک به حزب الله. اینها اصلا جزوی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستند. برای من چه که خواهید داشت اینه که دونالد ترامپ اصلا آنچه که از ایران خواهد خواست اینه که اصلا جمهوری اسلامی رویه خودش رو عوض بکنه و بعد بگه که ما پاداش‌های بسیار بزرگی به شما خواهیم میدیم، جامعه بین‌الملل شما رو قبول خواهد کرد. من با صالحی صحبت کردم در زمان مذاکرات هسته‌ای. وقتی با صالحی صحبت کردم او گفت که شما باور نمی‌کنید من در کشور خودم از طرف تندروها چقدر زیر فشار هستم. اونا آمریکا رو بهش اعتماد ندارن. اونا مرتب به من میگن ما چرا با آمریکا باید
کسب و کار کنیم. و حالا ببینید چه اتفاقی افتاده. این آمریکا از برجام خارج شده، برجامی که رئیس جمهور قبلی اون کشور امضا کرده بود و یک سنت بسیار بدی رو پایه‌ریزی میکنه، باعث تقویت تندروها میشه که میگن اصلا ارزش نداره که بخواد با غربی ها توافقی امضا بکنه. در کشورهای اروپایی هم که اینها جزی از برجام و مذاکراتش بودند شاید خیلی به برجام معتقد باشن، ولی واقعیت اینه که ایران به برجام عمل کرده، متعهد شده به بازرسی های بسیار سختگیرانه. 11 مورد متفاوت بازرسی از جامعه بین الملل عمل کرده به تعهداتش، شاید به جنبه‌های دیگه که ربطی به برجام نداشته، شاید خیلی‌ها میگن که رفتار خوبی نداشته، بله شاید بگن که نفکشو حمله کرده که خودش هم تکذیب میکنه، ولی در زمینه توافق هسته‌ای ایران کاملا متعهد بوده و این آمریکاست که این توافق رو زیر پا گذاشته. فرانک گاردنر بود، خبرنگار امور امنیتی بی بی سی. آقای گاردنر کتاب داستانی نوشته به اسم اولتیماتوم که به تازگی چاپ شده و در ایران میگذره. بخشی از کتاب به طور اتفاقی کمی شبیه پیشگویی شده به هر حال. اما بخش دوم برنامه درباره طرح صلح جدیدی است که آمریکا برای صلح فلسطینی‌ها و اسرائیل پیشنهاد داده. این طرح صلح که پیشنهاد جارد کوشنر داماد آقای ترامپ است و خود او هم مجری شده، به معامله قرن شهرت یافته. آقای کوشنر در منامه بحرین با حضور نمایندگانی از کشورهای عرب جلسه ای برگزار کرده که اسمش را نشست اقتصادی گذاشتند و گفتند که بحث‌های سیاسی را بعداً طرح خواهند کرد. در مورد این موضوع هم دو مهمان داریم. رانی عمرانی، مدیر و مسئول رادیوی ران از تل آویو با ماست و اینجا در استودیو یوسف عزیزی بنی‌طرف، نویسنده و روزنامه‌نگار. آقای بنی‌طرف کتاب‌های درباره فلسطینی‌ها ترجمه کرده، از جمله نبرد مردم فلسطین پیش از سال 48. خوش آمد میگم به هر دو. آقای بنی‌طرف، نظر شما راجع به این معامله قرن اونطور که اسمش رو گذاشتن چیه؟ البته خود آقای کوشنر در سخنانش در بحرین گفت که این فرصت قرنه نه معامله قرن. به هر تقدیر هرچی اسمش رو بگذاریم، این اگر همراه با یک راه حل سیاسی عادلانه و منصفانه باشه میتونه یک برنامه ایدئالی برای حل مسئله فلسطین باشه که به هر حال بر پشتوانه ای از یک دریای خون 100 ساله پشت سرش هست و به هر حال خشکاندن این دریا به این آسانی ها نیست. منتها چیزهایی که ما از طرح سیاسی جست و گریخته شنیده ایم ما را نامید میکنه. اصلا طرح سیاسی هست، چون ظاهرا گفتن که فعلا این طرح طرح اقتصادی هست، کمک به فلسطینی ها در داخل سرزمین های فلسطینی و در جاهایی که اونها آواره شدن مثلا اردن، مصر و لبنان، و طرح سیاسیش رو گفتن بعدا وارد میکنیم، هنوز نیست. بله، ولی خب یک شکل و شمایلی از اون طرح درس کرده بین مطبوعات جهان. چی هست؟ شامل چه چیزایی هست؟ این طرح بر این مبناست که یک شبه دولتی در کرانه باختری برقرار میشه به پایتختی، نه به پایتختی قدس شرقی، بلکه یک منطقه در اون نزدیکی ها و با ارتشی، با بدون ارتش، بدون اسلحه و در واقع در کنارش با غزه توسط تونلی یا یک پل هوایی مرتبط میشه و غزه هم در واقع غزه وضعش مبهمه. یا برخی میگن که جزء همین شبه دولت فلسطین خواهد بود و برخی میگن نه. خب شما میگید که ایراد این طرح سیاسی چی هستش که نمیتونه جوابگو باشه؟ ایراد این طرح سیاسی را خود آقای کوشنر گفته. آقای کوشنر در همین سخنرانی منامش گفته که این طرح اقتصادی اگر با یک راه حل سیاسی عادلانه و منصفانه همراه نشه محال به نتیجه میرسه. خودش جواب خودش رو داده. بنابراین راه حل سیاسی اگر اینها باشه که درس پیدا کرده و ما شنیده ایم اینجا و اونجا که
بیگمان با شکست روبرو خواهد شد، چون اگر خود فلسطینی ها نپذیرند، اگر خیلی از کشورهای عربی را نپذیرند، این شکست خواهد بود، چون به اشغال و استعمار اسرائیل که آخرین نوع استعمار در قرن ما هست پایان نمیده. دولت مستقل فلسطینی را طبق قطعنامه 242 سازمان ملل که گفته میشه باید از کرانه باختری و غزه باشه به پایتختی قدس شرقی، این را ایجاد نمیکنه. و پس بنابراین میگید که این طرح به این شکل جواب نمیده. آقای عمرانی نظر شما چی هست؟ شما موافق هستید با طرح ظاهرن؟ اولا درود بر شما و بینندگانتون. این یک دروغ فلسطینیه که میگن آمریکا میخواد با اقتصاد و با پول حق مردم فلسطین رو بخره. آمریکا میاد میگه من یه طرحی دارم میدم که اون دو قسمت داره. قسمت اول اقتصادیه که سعی کنیم وضعیت مردم فلسطین رو بهتر کنیم که بتونن بیان با وقتی زندگی بهتری داشته باشن، شغل داشته باشن، بتونن نون شبشون رو در بیارن، راحت‌تر بتونن بیان بشینن پای میز مذاکره و بیان و با اسرائیل بشینن و با هم کنار بیان. قسمت دوم این بخش بعداً گفته خواهد شد، ولی آمریکا از قبل هم گفته، دونالد ترامپ خودش هم گفته که من نمیام بگم به اسرائیل براشون تصمیم بگیرم، برای اسرائیل یا برای فلسطینیا تصمیم بگیرم، من میام که میخوام بهشون پیشنهاد کنم که بیان پای میز مذاکره بشینن و بعد بشینن مشکلاتشون رو با هم حل کنن. به نظر شما چرا به هر حال وقتی یک دولتی در حد دولت آمریکا یک طرحی رو پیشنهاد میده میتونست از آغاز یک طرح جامع اقتصادی و سیاسی پیشنهاد بده، چرا این طرح رو اینجوری دارن پیش میبرن؟ فکر میکنید دلیلش چی هستش که فعلا میگن طرح اقتصادی بعد طرح سیاسی؟ در گذشته خیلی حتی میدونید حتی عربستان و خیلی از اشخاص دیگه طرحهای دیگری رو دادن و هیچ طرح سیاسی موفق نشد. به همین خاطر آمریکا میگه بیا اول وضع ملت فلسطین رو بهتر کنیم، بیاین راضیشون کنیم برای اومدن روی میز مذاکره، بیان بشینن روی میز مذاکره، بعد بشینن با هم اسرائیل و فلسطین مشکلاتشون رو حل کنن. مسئله اینجاست و مشکل این معامله قرن اینه که سران فلسطینی مایل به صلح نیستند. یعنی سران فلسطینی الان از وضعیت کنونی دارن بهره کامل میبرن، الان از کشورهای عربی، از کشورهای اروپایی پول میگیرن و قصرهای خودشون رو در نوار غزه، در رام الله میسازن و ملت فلسطینی رو در فقر و ذلت نگه میدارن و با مظلوم نمایی مردم فلسطین بازم پول بیشتری میگیرن و همینجور سالها و سالها میگذره. مثلا اثبات شما موافقید اینکه این فساد رهبران فلسطینی هست که نمیگذاره صلحی ایجاد بشه به گفته آقای عمرانی؟ بیگمان حاکمیت خودمختار فلسطین کاستی ها و مشکلات خاص خودش رو داره، همونجور که در اسرائیل هم فساد وجود داره. خب خانم نتانیاهو محکوم شد، منتها مسئله اینه که اصل و اساس قضیه این نیست که مهمان شما در اسرائیل گفتند، اصل و اساس قضیه همون استعمارگریه، همون اشغال سرزمین ملتی هست که به هر حال وجود داره در اونجا، هنوز هست، مبارزه کرده، دهه هاست که داره مبارزه میکنه به خاطر حقوق ملی خودش و ولی همیشه با چیز، با سرکوب، با خون، آتش باهاش برخورد شده، از جمله تظاهرات مسالمت آمیز مردم غزه در کنار مرز اسرائیل که دیدیم که صدها نفر را کشتن در صورت که اینها به شکل مسالمت آمیز تظاهرات میکنن. آقای بنی‌طرف، وضعیت مردم در غزه بسیار نابسامان هست، وضعیت اقتصادی خیلی بدی دارن، در نوار در کرانه باختری هم وضع الان چندان خوب نیست به خاطر مشکلاتی که هست، از کمک هایی که نمیرسه و مسائلی که هست. فکر میکنید که آیا بشه به لحاظ اقتصادی اگر این مردم تقویت بشن آیا میتونه کمکی بکنه به این که اونها بهتر و راحت تر بتونن مذاکره سیاسی بکنن یا نه؟ این حرفی هست که آقای عمرانی و خیلی از طرفداران این طرح میزنن. ببینید اولا خود آمریکا این اگر طرح اقتصادی به تنهایی میتونست راهساز، کارساز باشه، از دوره نیکسون تا
تا کنون که حدود 50 سال حداقل میگذره هر رئیس جمهوری اومده یک طرحی آورده. خب این طرح پشتوانش یک سری تینک تانک هست، اتاقهای فکر بوده، آیا به ذهن اونها نمی رسیده که مثلا مسئله فلسطین را با پول با اقتصاد بخرند؟ بیگمان می رسیده، ولی سعی و کوشش همه اونها این بوده که در درجه اول راه حل سیاسی برای مسئله پیدا بکنند و در درجه دوم مسئله اقتصادی را حل و فصل کنند. حتی در کمپ دیوید اول، یعنی در دوره کارتر 78، هم مسئله اقتصادی مطرح شد. بنابراین مسئله فقط اقتصادی نیست. به نظر من الان یک کورسویی هست در اسرائیل که آقای یهود باراک قرار بیاد و رقابت بکنه با نتانیاهو از حزب کار و نیروهای مرکز و اینها، که شاید بتونه، چون ما میدونیم که یهود باراک با عرفات در دوره کلینتون بسیار نزدیک شدن به مرحله صلح، ولی اینقدر که اونها نزدیک شدند، این راستگرایان افراطی که الان ها که من در اسرائیل واقعا دور شدند و هرچی به شهرک سازی در کرانه باختری و مسائل دیگر سرکوب و خونین و اینا ادامه دادند. خیلی ها از طرفداران فلسطینی ها میکنن که اصلا دولت در تل اویو قصدی نداره برای اینکه صلحی برقرار بشه. اونها میگن که این شرایط واقعا شرایط ایدئال هست، همینطور حالت کشدار و مریض ادامه بدن و کشور اون در واقع راه حل دو کشوری به نتیجه نرسه. نشونش هم نمونش هم اینو میگن که طرحهای صلح دیگر همواره اسرائیل به نوعی مثلا رد کرده، طرح مثلا عربستان در سال 2002 رو رد کرده در حالی که خیلی ها طرفدارش بودن. پاسخ شما چی است؟ بله، اولا من باز تکرار میکنم سران فلسطینی قصد صلح ندارن و نخواهندم داشت. من دلیلش هم بهتون میگم و حرفامو اثبات میکنم. مثلا شما دقت کنید، نخست وزیرای سابق اسرائیل مثل اهود اولمرت و حتی همین اهود برک در گذشته وقتی با یاسر عرفات نشستن، حتی حاضر بودن شرق اورشلیم رو به یاسر عرفات بدن برای برگزاری کشور فلسطین، ولی یاسر عرفات حاضر نشد باشون صلح کنه. وقتی یاسر عرفات فوت کرد، در حساب بانکی یاسر عرفات میلیاردها دلار پیدا کردن. شما دقت کنید، اکثر مردم اسرائیل، من در اسرائیل زندگی میکنم، اکثر مردم اسرائیل طرفدار این هستند که کشور فلسطینی برپا بشه، ولی نمیخوان امنیتشون به خطر بیفته. مشکل امنیت مردم اسرائیله. مثلا یه مثال بهتون نشون میدم، مثلا در نوار غزه الان مثل یک کشور مستقله با تمام محدودیت‌ها و مرزهایی که اسرائیل در اطراف نوار غزه گذاشته، نوار غزه با پول ملت ایران موشک و راکت و از تونل‌های زیرزمینی وارد نوار غزه میکنن و بر سر شهرک‌های جنوبی اسرائیلی میندازن. حالا شما فرض کنید یه کشور فلسطینی درست شه در کرانه غربی و چه میدونم فرودگاه داشته باشه یا بندر داشته باشه، فرض کنید اون موقع از پول ملت ایران نه فقط راکت و موشک خواهد اومد، توپ، تانک، هواپیما و حتی شاید بمب اتم. بسیاری میگن که این طرحی هم که الان پیشنهاد شده در واقع دارن میخرن، میخوان ملت فلسطین رو بخرن و ملت فلسطین که یک بار در سابق زمین‌هاشون رو فروختن، این نگرانی رو دارن که یک بار دیگه در یک بزنگاه تاریخی دیگه در واقع با پول بخوان اونها رو از سرزمین‌هاشون بیرون بکنن. شما خوب این طرح کوشنر که دیروز صحبت کردن و حتی آقای ترامپ، خوب برید و دقت کنید، دقیقاً میگه ما نمی‌خوایم فلسطینیا واسه پول از چیزی بگذرن، ما فقط میخوایم بهشون الان وضعیتشون رو بهتر کنیم که اون که ملت فلسطین بیان و یک و طعم یک زندگی بهتر رو بچشن و بدونن اگه صلح بشه چطور. چه هدفی دارن این کارو میکنن آقای عمرانی؟ چه هدفی دارن واقعا؟ این که بیان 50 میلیارد حالا پول از جاهای مختلف جمع کنن یا بخشم خودشون بگذارن، با چه هدفیه؟ هدف اینه که فلسطینی ها حاضر به پای میز مذاکره بیان. الان شما دیگه 10 سال ابو مازن بزرگترین اشتباه رو کرده که پای میز مذاکره نیومده. فلسطینی‌ها همیشه فرصت‌ها رو از دست میدن. همچنین که از قبل گفتم یاسر عرفات، ولی اون بریم بگذرم در تاریخ رو نگاه کنیم، بعد از جنگ 1967
رئیس نخست وزیر اسرائیل لوی اشکول اومد گفت من حاضرم تموم این زمین‌ها رو به اعراب برگردونم، فقط ما رو به رسمیت بشناسن. و اعراب حاضر نشدن پای میز مذاکره بیان و حاضر نشدن با اسرائیل صلح کنن. الان بعد از 70 سال که بیشتر از 1,000,000 اسرائیلی در این مناطق بعد از مرز 1967 زندگی میکنن، شما باید در دقت کنید غیر ممکنه تخلیه 1,000,000 نفر. شما فقط من بتون مثلا در اورشلیم محلهای مثل گیلو، رموت، پیسکتزف، همه این محله ها در شرق اورشلیم هستن، 500,000 اسرائیلی در این مناطق زندگی میکنن. خب دلیلش چی هست؟ اسرائیل خب به نظر میاد تو این سالها این در واقع سیاست شهرک سازی به نظر میاد که خب یک همچین شرایط ایجاد کرده، یک شرایط ایجاد کرده که امکان جداسازی دو کشور غیر ممکن شده. اینطور نیست؟ البته، چون به خاطری که وقتی عرب ها با عرب حاضر نشدن با صلح با اسرائیل صلح کنن، اسرائیل کاری که جوری که میخواست به عرب ها فشار بیاره این شهرک سازی بود. عرب ها باور کنید شما اگه اون موقع، حتی ما بریم اصلا عقبتر، در وقتی کشور اسرائیل استقلال یافت، اصلا اگه از اون اول عرب استقلال کشور اسرائیل رو قبول میکردن، عهدنامه سازمان رو پاره نمیکردن، اصلا مرزهای 67 تکون نمیخورد، همینجوری میموند، کسی دستشون نمیزد. عرب سه جنگ تحمیلی به اسرائیل وارد کردن و اسرائیل مجبور شد این مناطق رو، این زمین ها رو بگیره برای اینکه یک ورقی داشته باشه در مقابل عرب با اسرائیل صلح کنن. وقتی عرب با اسرائیل صلح نکردن، شهرکسازی نک نو فشار بود به عرب. متشکرم آقای عمران. و این فرصتی که عرب دست دادن باعث شده که این صلح برقرار نشه و این ادامه میدن عرب که این فرصت ها رو از دست میدن و این بهترین فرصت و حیف کعرابی نه دست میدن. آقای بنی طرف، وضعیت منطقه هم تغییر کرده ظرف سالهای اخیر. الان میبینیم که عربستان نزدیک میشه به اسرائیل علیه ایران. این وضعیت ژئوپلیتیک منطقه چه تأثیری روی موقعیت فلسطینی ها میگذاره؟ آیا فکر میکنید که مثلا در همین نشست منامه آقای کوشنر رفته برای کمک گرفتن از عرب های منطقه برای این طرحش، فکر میکنید آیا موقعیتی فراهم شده که عرب ها به نوعی به اسرائیل نزدیکتر بشن و فلسطینی ها مجبور بشن به نوعی این شرایط رو بپذیرن؟ شرایط تاریخی 70-80 سال گذشته پس از تأسیس اسرائیل همیشه از این پستی و بلندی ها برای فلسطینی ها داشته و اینها تونستن خودشون را با این شرایط وفق بدن، یعنی مبارزشون هیچگاه متوقف نشده. ضمن این که الان مثلا در خود عربستان سعودی هم اختلاف هست بین پادشاه و ولیعهدش. پادشاه موافق این طرح نیست و معتقد به تشکیل دو دولت فلسطینی اسرائیلی، همون طرحی که به هر حال برادرش داد در 2002 که به طرح عربی معروف هست. بنابراین فلسطینی ها همین الان که این شرایط چندان به نفع مردم فلسطین نیست و خیلی از رژیم های عربی با آمریکا نزدیکی بیش از حد دارند، ولی شاهد تظاهرات بزرگی از مراکش تا تونس تا اردن تا لبنان تا خود فلسطین اشغال شده بودیم. یعنی مسئله فلسطین الان در وجدان و ضمیر ملت‌های عرب و حتی مسلمان جای گرفته. اسرائیل به نظر من اگر نتونه این مسئله را حل کنه، با توجه به اینکه تحولات آینده معلوم نیست همیشه به این شکل باشه، اسرائیل در به اقیانوسی از ملت‌های مسلمان داره زندگی میکنه، اگر نخواد خودش رو تطبیق بده و اگر نخواد راه حل عادلانه و منصفانه برای این قضیه پیدا بکنه، مطمئناً در آینده همیشه اوضاع به این شکل نخواهد بود، ممکنه تغییر پیدا بکنه. آقای عمرانی، نظر شما چی است؟ آقای بنی طرف میگن باید اسرائیل فکری بکنه، راه حلی پیشنهاد بکنه که فلسطینی ها بپذیرن، وگرنه مشکل پیدا میکنه در آینده. من فکر میکنم که حتی اگر کشورهای عربی هم موافقن، تمام دنیا موافقه که فلسطینی ها باید بیان و بشینن روی میز مذاکره. وقتی بشینن و مذاکره کنن، اسرائیل و فلسطین میشینن و مشکل رو با هم دیگه حل میکنن. مسلما دو طرف باید از چیزهایی بگذرن از و بدون گذشتن هیچ وقت صلح نخواهد شد. خب من خیلی تو از شما پرسم، چرا فکر میکنید این طرح دو کشوری رو اسرائیل نمیاد و روش تاکید نمیکنه؟ چرا نمیپذیره طرح دو کشوری رو؟ به خاطر که اون کشوری که اسرائیل
کشور فلسطینی که اسرائیل درخواست میکنه اعراب حاضر نیستن قبول کنن، چون باید مرزها و امنیت اسرائیل تامین بشه که نتونن که اعراب، چون میدونید ما همینجوری که اون تجربه ای که از نوار غزه داریم، وقتی اریل شارون نوار غزه رو به دست ابو مازن داد، در عرض چند ماه یک کودتای نظامی شد و الان حماس و گروه ترور حماس که از جمهوری اسلامی تامین میشن روی کار اومدن. الان همچون اتفاقی میتونه توی کشور فلسطینی بیفته و ما به جای اینکه یک دونه حماس داشته باشیم دو تا حماس خواهیم داشت. ممنونم آقای عمرانی، بسیار متشکرم از شما، ممنونم که در این بحث شرکت کردین آقای عمرانی، آقای بنی تورف، و عذرخواهی میکنم چون وقت برنامه کم هست، و ممنونم از شما که با این صفحه دو آخر هفته همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی سایت یوتیوب ببینید، روی توییتر ما لینک برنامه منتشر میشه. شب روزتون خوش.